مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مفتاح پورتال.ir، شرح حکمت‌های نهج البلاغه، استاد حجت الاسلام و المسلمین، نظافت، حکمت 70. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. کلماتی که باید توضیح بدیم همین واژه مفرط و مفرط هست. مفرط اسم فاعل باب افراط، یعنی زیاده رو، از حد گذران، کسی که از حد می گذراند. مفرط به کسی میگن که در عمل کردن کوتاهی میکند، المقصر فی العمل. واژه جاهل رو هم یک توضیح بدم. جهل گاهی در برابر علم است، گاهی در برابر عقل است. جهل وقتی در برابر علم هست معناش اینه که طرف عالم نیست، یعنی چیزی نخونده، یاد نگرفته. اما گاهی میگن جاهل، معناش این نیست که عالم نیست، بلکه معناش اینه که عاقل نیست. مثلا روایت داریم، رب جاهل رب عالم قد قتله جهله. چه بسیار عالم هایی که جهلشون اونا رو میکشه. یعنی گفتن عالم جاهله. این که عالم جاهله این عاقل نیست. اگر کتاب شریف اصول کافی رو نگاه بکنید، یک بابی داره به نام کتاب العقل والجهل. نگفتن کتاب العقل والعلم، گفتن کتاب العقل والجهل، یعنی جهل در برابر عقل به کار رفته. خب حالا اینجا که میگیم جاهل منظور چیه؟ لا تر الجاهل منظور کسی که عاقل نیست. در یکی از حکمت‌های نهج البلاغه داریم که وقتی که به امیرالمؤمنین یک فردی گفت عاقل رو برای ما توصیف کنید، حضرت فرمود هو الذی یضع الشیء مواضعه. عاقل کسی که هر چیزی سر جاش قرار میده. بعد گفت جاهل رو توصیف کنید، حضرت فرمودن توصیف کردن، یعنی خودت بفهم. من تو این روایت استنادم این بخششه که ببینید طرف مقابلم میدونسته که جهل در برابر عقله. عاقل که توصیف میکنن، بعد بگه حالا جاهل رو توصیف بکنید. خب حالا ترجمهش چی میشه؟ لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. یعنی آدم جاهل رو نمیبینی مگر اینکه یا داره افراط میکنه، زیاده روی میکنه، یا داره تفریط میکنه. اینجا جاهل معناش اون کسیه که عاقل نیست، حالا چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه. یعنی ممکنه یک کسی معلومات هم داشته باشه ولی اهل افراط تفریط هم باشد. خب حدیث هم داریم که میگه خیر الامور اوسطها، بهترین کارها میانه روی است. در اسلام بر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط تأکیدات فراوانی شده. اصلا دین اسلام یکی از ویژگی هایش اعتدال است. حالا این تأکید بر اعتدال با عبارات گوناگون و عناوین گوناگونی بیان شده است. من چند تا عنوانش رو بگم. یک، تأکید بر صراط مستقیم. این توجه دادن و تأکید بر صراط مستقیم همیشه یک معناش همین اعتدال است. اصلا استقامت اسم فاعلش مستقیم است. خیلی ها استقامت رو بد معنا میکنن، استقامت رو به معنی صبر میگیرن. در که استقامه یستقیم و استقامه اسم فاعلش میشه مستقیم. پس استقامت یعنی راستی، یعنی کج نشدن، افراط و تفریط نداشتن. صراط مستقیم یعنی صراط راست، یعنی صراطی که توش افراط نیست، کج نشده به سمت افراط،
کج نشده به سمت تفرید. این تأکیدی که بر صراط مستقیم شده که ما تو هر نمازی باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، در شبانه روز از شبت 17 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از اون واژه ها و عناوینی است که بر اعتدال داره اشاره میکنه و تأکید کرده است. عنوان دیگه تعبیر چپ و راست هست، ما را از چپ و راست برحذر داشتند. مثلا در خطبه 16 نهج البلاغه داریم فرمود الیمین و الشمال موله و طریق الوسطا هی الجاده، یعنی چپ و راست گمراهی است، راه وسط جاده سعادت. جاده سعادت همون راه وسطه که نه به چپ نه راسته. ببینید واژه طریق الوسطا اینم یک عنوان، یک عبارتیه که برای بحث اعتدال و پرهیز از افراط و تفرید به کار گرفته شده. واژه بعدی قصد است، قصد و اعتدال. توی فارسی وقتی میگن قصد و تو عربی هم گاهی به کار میره، یعنی همین مقصد که میگیم قصد یک کاری، اما قصد گاهی به کار میره به معنی اعتدال، میانه رویه. اقتصاد اصلا این میانه روی. مثلا در همین نهج البلاغه نامه 31 داریم من ترک القصد جاره، هر کس قصد را ترک کند منحرف شده است. قصد یعنی مسیر اعتدال، مسیر میانه روی. یا توی قرآن مثلا داریم علی الله قصد السبیل، یعنی بر عهده خداست که قصد السبیل را توضیح بدهد. قصد السبیل این چیه؟ سبیلی که توش میانه رویه، راه میانه را بر عهده خداست. در برابرش کلمه جور به کار رفته که فرمود و منها جائر و منها مقتصد. راه ها دو رقمه، بعضی از راه ها جائر منحرفه، بعضی از راه ها توش اقتصاده. اقتصاد نمیانه روی. در خطبه متقین هم داریم که متقین ملبسهم الاقتصاد، ملبسشون، لباسشون، پوشششون میانه رویه. پس واژه اقتصاد هم یکی از اون واژه ها و عناوینی است که بر همین بحث اعتدال و دوری از افراط و تفرید تأکید شده است. در خطبه 17 داریم که ان ابغض الخلائق الى الله رجلان، مبغوضترین مخلوقات دو تیپن، دو مرد. اینجا مرد منظور مرد نیست، این دو تیپ، دو گروه. خطبه 17، بله، رجل وکله الله الى نفسه، گروه اول کسی که او رو خدا او رو به خودش واگذارد، بعد فرمود فهوه جائر عن قصد السبیل، چنین فردی از راه میانه منحرف شده است. خب عنوان دیگه‌ای که باز برای بحث دوری از افراط و تفرید و اعتدال هست خود واژه عدل. عدل یعنی همین، تأکید بر عدل شده است. اعتدال از ریشه عدل است. مثلا در حکمت 437 داریم العدل یزع الامور مواضعها، عدل امور رو در جایگاه خودش قرار میده. یا در نامه 53 به مالک اشتر فرمود زع کل امر موضعه، هر چیز سر جاش قرار بده. یعنی یکی از انحرافات و آسیبها اینه که یه چیزای خوب سر جاش قرار نگیره. فرقی نمی کنه چه یه چیزی بد باشد یا یک خوبی بد استعمال بشود، در جایگاه خودش قرار نگیرد، مصیبت میشه. ببینید لامپی که تو این سقف آویزونه اگه این تو دست و پا باشه مشکل درست میکنه. هر چیزی یه جایی دارد، نماز جایی دارد، روزه جایی دارد، سخن گفتن جایی دارد، سکوت جایی دارد، قهر و آشتی جایی دارد. بسیاری از گرفتاری های مسلمان ها به خاطر همین بد به کار بردن خوبی هاست که در جایگاه مناسبش نیست.
و واژه پنجم واژه عقلانیت است، تأکید بر عقل. وقتی تأکید بر عقل کردن یعنی تأکید بر اعتدال کردن. چرا؟ چون هم در ابتدای عرایزم گفتم از امیرالمومنین پرسیدن عاقل رو توصیف کنید، فرمود عاقل کسی که هر چیز سر جاش قرار میده. بعد در جای دیگه هم فرمود عدل یعنی هر چیز سر جاش قرار بدیم. پس عقل و اعتدال به یه جا برمیگرده، عقل ما را به سمت اعتدال رهنمود میکند. عنوان ششم توجه دادن به فواید اعتدال و توجه دادن به مضرات افراط و تفریطه. اینم یک راهیه که اگه شما بخواید تحقیق بکنید در متون دینی توی بحث افراط و تفریط، توجه دادن به آسیب‌ها، به آثار افراط و تفریط. مثلا در حکمت 108 نهج البلاغه داریم فرمود کل تفریط بهی مضر و کل افراط له مفسد. تفریط مضره، افراط مفسده. ببینید اثرشو گفتن. از طریق ذکر پیامدهای بد افراط و تفریط ما را به اهمیت این بحث توجه دادن. یا در حکمت 127 داریم من قصر فی العمل ابتلی بالهم، هر که کوتاهی بکنه تو کار کردن آخرش قصه میخوره. یعنی تو درس خوندن بچه ها دو رقمه، بعضی از دانش آموزا افراط میکنن در عمل خوب، سردرد میگیرن، مشکلات دیگه پیدا میکنن، بیمار میشن. بعضی ها تفریط میکنن. فرمود کسی که کوتاهی میکنه آخرش قصه میخوره. خب معلومه دیگه به مقصدش نمیرسه. مثل رانندگیه، افراط میکنه تون میره، تفریط میکنه با کند رفتن به مقصد نمیرسد. چه تون برود و تصادف کنه و تایی دره بره، یا کند بره نرسه، هر دوش نرسیدن است. در حکمت 23 نهج البلاغه داریم من ابتع بهی عمله لم یسرع نسبه، یعنی هر کس عملش او را کند کند نسبت به او سرعت نمیده. نسبش فرض کنید بچه عالمی باشد اما خودش درس نخونه، هیچ عالم نمیشه که بگم باباش عالم بوده. گاهی انسان برادر عالم دارد، مادر عالم دارد، منصوبانش عالم هستن، فای تأثیری بر او نداره. هر کسی عملش باید به او سرعت بدهد نه نسب. در حکمت 384 داریم از تقصیر فی حسن العمل، فرمود کوتاهی کردن در عمل خوب، در عمل نیک، وقتی یقین داری به پاداش پروردگار، این خودش عین ضرره. وقتی میدونی پاداش این کار کار خوبیه، نباید کوتاهی بکنی. ببینید از واژه تقصیر استفاده شده. قرآن هم همینو میگه ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. روز قیامت بعضیا میگن ای حسرت چقدر کوتاهی کردیم، میتونستیم از عمرمون خوب استفاده کنیم. ببینید الان روز اول ماه رمضانه، به خودم و شما توصیه میکنم عزممون رو جزم کنیم برای استفاده حد اکثری از لحظه لحظه ماه رمضان. دیگه گیرمون نمیاد، یعنی یه آیه قرآن بخونیم ثواب ختم قرآن داره. خیلی ظلم میکنه آدم به خودش که هرچه بیشتر نخواند. معیار رو بر یک جز نذاریم، معیار رو بر هرچی که میتونیم. حتی داره تو خیابون میریم میتونیم سوره قل هو الله رو که حفظیم اینو بخونیم. قل هو الله، سوره توحید در غیر ماه رمضان ستاش ثواب ختم قرآن داره. شبا میگم بخونید، حالا تو ماه رمضان که دیگه خیلی بیشتره. در حکمت 181 داریم ثمرت التفریط الندامه. تفریط آخرش پشیمونی داره. تفریط یعنی کوتاهی کردن، یعنی استفاده نکردن از فرصت ها. ثمرت الهضم السلامه. و آخرین موردی که از طریق توجه به آثار این بحث رو پیگیری بکنیم حکمت 239 هست، فرمود من اطاعت توانی زیل حقوق.
هر کس از سستی ها اطاعت کند حقوق رو ضایع کرده است. گویا آدم سست می شود، بی حاله. باید به جنگ سستی ها و بی حالی ها رفت، نباید از سستی ها اطاعت کرد. فرمود اون کسی که داره از سستی ها اطاعت میکنه آخرش حقوق رو ضایع میکنه، حالا حق خدا یا حق خلق خدا، که مردم هم برگردن ما حقوقی دارن. میبینید در شود تمام اینا رو من از نهج البلاغه براتون گفتم، حالا اگه در منابع دیگه بگردید خیلی بیشتر از اینا میشه. با عناوین گوناگون به بحث اعتدال و دوری از افراط و تفریط توجه دادن و تأکید کردن. خب یک راه دیگه توجه به بحث اعتدال ذکر مصادیقه. حالا من به اندازه که وقت باشه ببینید چقدر دلسوزی کردن برای اینکه شیعیان مسلمونا آدمای دوست داشتنی باشن، اهل افراد و تفرید نباشن، تذکرات مصداقی دادن، یعنی مورد به مورد ورود پیدا کردن. مثلا در انفاق گفتن سعی کنید انفاق کردن خیلی خوبه، به ویژه تو ماه رمضان. گفته اگر برای افطاری دادن یه دونه خورما هم بدی بازم گویا برده آزاد کردی. چقدر ثواب داره سفره انداختن، افطاری دادن، به ویژه اقوام رو، به ویژه مستضعفان رو. خب برای از شرط انفاق امیرالمؤمنین فرمود قدمو بعضا، بعضی از آنچه را که دارید بدهید در راه خدا. قدمو یعنی پیش بفرستید. چرا؟ چون ما کار خیر که انجام میدیم او زودتر از ما که بعدن میخواییم بمیریم بریم، زودتر از ما داره میره جای ما را آماده بکند. در حقیقت عمل میره اون از شبت توی بهشت جا برای ما رزرو میکنه. عمل اینجوریه دیگه، روز قیامت آدم ها میرن سر سفره عملشون مینشینن. این تقدیم که تو قرآن اومده این همین، این جلوتر کار انجام دادن. وقتی بمیریم که دیگه فرصت نداریم. خب امیرالمومنین فرمود قدمو بعضا، از اموالتون بعضشو بفرستید جلوتر. قدمو بعضا یکن لکم قرضا ولا تخلفو کلا. فرمود همشو جا نگذارید برای بازماندگانتون. ببینید پس افراط تفریط داریم، بعضی ها اصلا انفاق نمی کنن، بعضی هم میخوان همشو انفاق بکنن، هر دوش غلطه. میگن که یک نفری مرد و انباری از خرما برای او از او باقی مونده بود، وصیت کرده بود که اینو در راه خدا بدید. پیامبر فرموده بودن که کاش یه دونه از این خرما رو خودش میداد. یه مدل یه آقایی هم مرد، زن و بچهش بیخانه شدن چون همه چیز داده بود در راه خدا. بعد که اینو دفنش کردن پیامبر گفتن زن و بچه این دیگه خلاصه فقیر و محتاج و چیزی نداره، شوهرش این مرد خانه همه چیز در راه خدا داده. پیامبر فرمود اگر به من مطابق با اون نقل اگر به من زودتر میگفتید، مضمون بیان رو دارم میگم، نمیذاشتم در قبرستان مسلمان ها دفن بشود. یعنی خیلی افراط کرده، افراطی هم داریم تفریطی هم داریم، یکی از اون ور پشت بام داریم میفته، یکی از این ور داره میفته. نباید جور انفاق بکنه که زن و بچهش به گدایی بیفتن. اول از خانواده شروع میشه، چون خانواده واجب النفقه هستن، بعضی از اون ور میفتن. از شبخ این پس یک مصداقه که ما تو جامعهمون این گرفتاری رو داریم. ها تو قرآن هم نمونه داره، مثلا در قرآن اینجوری اومده در رابطه با اعتدال تو انفاق، در سوره بنی اسرائیل فرمود لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، یعنی دستاتو تو گردنت غل در غل نکن. اینجوری یعنی قرآن تشبیه هم کرده اینجوری نکن. ولا تبسطها کل البسط، دستاتو کاملا باز نگه ندار. ببینید داره میگه اینجوری نکن، اینجوری هم نکن. چرا؟ چون وقتی کسی اینجوری کرده دیگه دست تو جیبش نمیکنه، وقتی هم اینجوری باز نگه میداره هیچی برای خودش نمیمونه. میگه توی انفاق میانه روی کن.
این یه نمونه. یک مصداق دیگه در توجه به خانواده است. چقدر برای خانواده وقت بذاریم؟ باز افراطی و تفریطی داریم. بعضیا فقط به خانواده میرسن، اهل مسجد و اهل، حتی به پدر مادر خودشون نمیرسن، به دیگران رسیدگی نمی کنن. بعضی هم همش به دیگران میرسن، همش کار خیر، همش مسجد، همش جلسه. افراد تفرید بده. امیرالمومنین فرمود لا یکن اهل که اشغل خلق بک، تو نامه 31 نهج البلاغه داریم، مبادا خانواده تو به خاطر تو بدبخت بشن. بنده میخوام یک فعال اجتماعی باشم، خیرم به دیگران برسه، خب اول خانواده خودم. ولی اگه همش بگم خانواده به دیگران نرسم، اشتباه کردم. سهم خانواده باید مشخص باشه، سهم پدر مادر مشخص، سهم اجتماع مشخص. افراد و تفرید داریم توی جامعه در جهت توجه به خانواده. ببینید خیلی از خانما دوست دارن فعال اجتماعی باشن. خب خوبه که انسان خدمت کنه به اجتماع، ولی میبینی که بچه خودش خراب از کار در میاد. اول خانواده خودمون، منتها نه افراطی صرف جویی میکنیم، وقته اضافیمونو بعد میذاریم برای خدمات اجتماعی. منتها این خدمات اجتماعی نباید به قیمت ضربه خوردن خانواده باشد. ببینین امیرالمومنین میگه لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، بیشترین دغدغه خودت رو خانوادهت قرار نده. ببینید تو مسائل مالی فرمودن که خانوادهت، فرزندان تو از اولیای خدا هستن، خدا ضایع نمی کنه اونها رو، حتی بمیری خدا اونها رو دستگیری می کنه. اگر اونها از دشمنای خدا هستن، فرمود تو چرا قصه خانوادت رو می خوری؟ من از این عبارت اینجوری استفاده می کنم، فرمود اکثر توجه تو به اونها قرار نده، نه اینکه اصلا توجه نکنه. مصداق دیگه تو خرج کردن برای زندگی شخصیست که قبلا این حکمت شیاد من تو جلسات قبل خوندیم. فرمود کن سمحا ولا تکن مبذرا، سخاوتمند باش ولی اسراف نکن. اندازه گیرنده باش، یعنی دخل و خرجت حساب داشته باشه، چقدر حقوق داری، مطابق با اون با برنامه‌ریزی خرج کن. فرمود ولی سخت گیری نکن. یعنی آدمای افراط تفریط داریم، بعضیا همش دارن محاسبه میکنن و به خاطر محاسباتشون به خانوادهشون سخت میگیرن، یه دفعه هم بستنی نمیگیره، یه دفعه هم شیرینی نمیگیره، همش توی چارچوب خشکی داره حرکت میکنه. بعضی هم تو خانوادهشون بریز و به پاشه. فرمود سخاوت آفتش اسراف است. برنامه ریزی داشتن تو دخل و خرج که خیلی خوبه، آفتش چیه؟ سختگیری بیجا، سختگیری خوب نیست، میانه روی داشته باز. یکی از مصداقا کسب روزیست. بعضیا تا ساعت 11 میخوابن، تلاش اقتصادی نمی کنن، میگن ما قانع هستیم. خب قانع هستی که نگفتن که تلاش اقتصادی نکن که بعد عمرتو هدر بدی. خب عمرش نباید هدر بده، یا بره بازار تلاش اقتصادی بکنه، یا از شبت خدمت بکنه به جامعه، عمر هدر نده. بعضی هم میرن تو بازار با حرص و ولع. این افراد تفریطه. حالا نهج البلاغه میگه فرمود اجمل فی طلب، اهل طلب باش، اما توی طلب کردن روزی اعتدال رو رعایت کن. یعنی بعضی‌ها برای کسب روزی حاضرن دروغ بگن، ارزش‌ها رو زیر پا بذارن، شرافتشون رو بفروشن، عزتشون رو بفروشن. این خروج از اعتدال در بحث روزی هست. خب پس این بحث، این حکمت خیلی مهمه ها، بحث میان روی کردن. این هم باعث اطلاعات انسان زیاد باشه، هم تا دینشناس باشه، هم بتونه تو مصداق‌های زندگی درست تطبیق بکنه، خدا کمکش بکنه بتونه تشخیص بده و مهارت از شود این تطبیق اون معیارها را بر واقعیت‌های زندگی پیدا بکنه.
در نامه 31 نهج البلاغه داریم فرمود طلبت را پایین بیار، یعنی با حرص و ولع دنبال روزی نرو. رب طلب قد جر الى هرب، خیلی از طلب ها هست که منجر به از دست رفتن اصل سرمایه می شود. دیدین دیگه خیلی ورشکست می شود. همچی چیزایی هم تو این بازار هست. لیس کل طالب به مرزوق، همه کسایی که تلاش میکنن روزی گیرشون نمیاد. ولا کل مجمل به محروم، کسایی که جمال را، عدالت را، انصاف را رعایت میکنن هم محروم نیستن. ببینید، هم گفتن طلب کنید، هم گفتن اعتدال رو رعایت کنید، نه افراط نه تفریط. بعضی هستن دو شیفته و سه شیفته زن و شوهر با هم کار میکنن، از بچه هاشون غافلن. بچهش مسجدی بار نمیاد، بچهش مراقب دوستای بچهش نیست. بعد از 20 سال میفهمه چه اشتباهی کرده، وضع مالیشون بهتر شد اما بچهش بد تربیت شد. این افراد تفریده دیگه. بعضی هم نه، میگن ما قانعیم، چون قانعیم همیشه تو شرایط سخت مادی خودشون نگه میدارن. این کار بدیه که یه وقت آقا امام کاظم به ظاهرا مضمون یه روایتیه که به غلامشون مثلا گفتن که بیا برو تو این خونه، گفت نه من بابام اینجا بوده میخوام اینجا باشم. خونه کوچولویی بود، گفتن خب بابات اگه خلاصه فرض بفرمایید مضمون بیان رو بگم، اگر عاقل نبوده تا میخوای همینجوری رفتار بکنی؟ خب اگه انسان وضعشو میتونه توسعه بده و از تنگنا خانوادهشو بیرون بیاره، خب باید توسعه بده دیگه. منتها شیوه توسعه دادن بعضیا میخوان از راه حرام، یک شبه میخوان میلیاردر بشن، هر دوش غلطه. مستاق بعدی در برخورد با سائل گدا میاد. خوب آدم انسان اهل انفاق باشه، مهربان باشه، با این سائل چجوری برخورد کنم؟ چون نیازمندان قرآن میگه دو گروه هم، لسائل و المحروم. بعضی ها آبرومندن، دست راز نمی کنن، اونا رو ما باید به سراغشون بریم. آبرومندان تو اقواممون، تو دوستامون، باید با ظرافت بفهمیم کیا نیازمندن و نمیگن. بعضی سائل هم دم در مسجد ها، تو مجالس عمومی پیدا میشن افرادی که یا میان در خونه انسان رو میزنن. با اینا چجوری برخورد کنیم؟ افراد داریم، تفرید داریم. در نامه 53 داریم که اعت ما اعتیت هنیعا و منع فی اجمال و اعذاب، اگه میخوای چیزی بده با گوار، چیزی بدی با گوارایی بده، یعنی طرف رو اذیت نکن، حالش رو نگیر، عطا کن دیگه، کریمانه برخورد کن. اگرم میخوای منع کنی با اجمال، با زیبایی و عذر آوردن منع کن، بی احترامی هم نکن، یعنی سرت هم کلا نره چون بعضی دروغ میگن. ولی اگر فهمیدی مثلا این نیازمند نیست، فقیر واقعی نیست، خب دلیل نداره بی احترامی کنیم، شاید واقعی بود، ما شک داریم. قرآن میگه ام مسائل فلا تنهر، به شکلی بد او رو نران، بی احترامی نکن، رد جمیل او بذل یسیر، یه کمی بده یا با زیبایی رد کن. ببینین این بینابینه، بعضی آخرشون کلا میره، تحقیق نمی کنن، بررسی نمی کنن، بعضی ها بد برخورد میکنن، بعضی ها زیادی میدن. که گو عرض کردیم اون کسی که عرض کرد خدمت شما انبار تمام زندگیشو داده بود که خانوادش به گدایی افتادن. در مصداق دیگه که تذکر دادن، مصداق عبادته. الان ماه رمضان هم دیگه فصل عبادت و بهار قرآن هست. بعضی ها بیتوجهی به عباداتن، بعضی ها به خودشون فشار میارن، این هم غلطه. فرمود توی شکل عبادت داریم که قرآن میگه لا تجهر به صلات که ولا تخافت بها، نه داد بزن نه اونقدر آروم بخوان که خودت هم نفهمی. وابتغ بین ذلک سبیلا، بین اون داد زدن و اینقدر آروم خوندن یک راه میانه انتخاب بکن. در خود اصل عبادت توی نهج البلاغه داریم خادع نفسک فی العباده، توی عبادت سر نفستو کلا بذار، ورفق بها
فشار نیار به نفست، با نرمی باش برخورد کن، از نشاط و شادابیش استفاده کن. ببینید بعضی ها مثلا میگن این قرآن رو باید به آخر جز برسونیم، خوابشون هم میاد، حالش هم ندارن. خب نخون با بعدم بخون، چرا با تنفر میخونی؟ گفتن عبادت رو با تحمیل و اکراه انجام ندید، عبادت باید با شوق و ذوق باشد. تو همین قرآن خوندن افراد تفرید داره. بعضی یه آیه میخونن تفسیر رو برمیدارن، میگن ببینیم معانی چیه، کمیت رو فراموش میکنن. با اینکه قرآن گفته فقر او ما تیسر من القرآن، زیاد خواندن خودش ارزشمنده. بعضی فقط به کمیت توجه میکنن، از کیفیت غافل میشن. یعنی همین که تذکر دادن، که تفکر کردن، تدبر داشتن. قرآن میگه اهل تدبر و تفکر هم باشید. ببینید بینابین باید حرکت کرد، هم کمیت. حالا بینابین چجوریه؟ شما شروع میکنید یه آیه رو میخونید، برای ثانیه های درنگ میکنید، ترجمهش رو نگاه میکنید، رد میشید. هرچی به ذهنتون رسید رسید، نرسید دیگه روزی شما نیست. فوقش یک علامتی میذارید که بعداً بررسی های بیشتری بکنید. آیه بعد، آیه بعد، آیه بعد. اصلا گفتم چقدر خوبه که ستایش شده جوانی که گوشت و پوست او با قرآن عجین بشود. اصلا بعضی از این آیات مال فهمش مال 5 سال دیگه. قرآن دریاییه، برای همه عمر ما هست، تا قیامت قرار جواب همه رو بده. این چیزی نیست که همه شما در یک جا در یک زمان بفهمه. خود تو قرآن خوندنم باید اعتدال رو رعایت کرد. در حکمت 39 نهج البلاغه داریم لا قربت بالنوافل اذا اذرت بالفرائض. نافله ها آدم ها رو مقرب به خدا نمی کند اگر ضرر به واجبات بزند، مثل شبای قدر ما بیدار میمونیم، بعضیا روز قبلش نمیرسن استراحت کنن، شب قدر میخواد به زور خودشو بیدار نگه میداره، بعد کار به جایی میرسه که نماز صبح رو با حالت چرت و خوابالودگی میخونه. اشتباهه. نماز صبح اهمیتش از نماز شب بیشتره، بالاتر هست. اون چیزی رو که خدا واجب کرده اون بیشترین سود رو دارد، مستحبات تو رتبه بعده. اونقدر به نوافل توجه میکنن که واجبات ضربه میخوره، این افراطه. ولی بعضی هم کلن بیخیال نوافلن، به مستحب توجه ندارن، این هم از اون وردارن میفتن. به هر حال فرمود این نباس تو نهج البلاغه دارم این للقلوب اقبالا و ادبارا. دل آدم ها گاهی حال یک کاری داره گاهی نداره. فرمود فعتوها من قبل شهوتها، از ناحیه میل دلتان برای مستحبات به سراغش بروید. مثل بچه ماست، نماز واجب رو باید بخواند، مستحب رو حال داشت بخونه حال داشت نخونه. تشویق بکنیم ها، فشار وارد نکنیم، چون عبادت تحمیلی یا انسان رو متنفر و زده میکند یا عجب میاره که مطابقه با معرفت نیست. گفتن عمل خوب اون عملی که تداوم داشته باشد، این که گاهی هیجان بگیریم و انجام بدیم بعد دیگه انجام ندیم، این اشتباهه. تعادل خوب چیزیه. مصداق دیگه اعتدال در حب و بغضه. بالاخره رفیق داشتن خیلی خوبه، پدرمونو، مادرمونو، همسرمونو، بچه‌مونو دوست داشته باشیم، انسانها رو دوست داشته باشیم. چجوری دوست داشته باشیم؟ چقدر؟ در خطبه 193 نهج البلاغه داریم لا یحیف علی من یبغض ولا یأسم فی من یحب. فرمود انسانهای با تقوا ای کسی رو دوست دارن به خاطرش گناه نمی کنن، چون دوستش داره به خاطر این بچهش گناه میکنه، به خاطر بچهش غیبت میکنه، به خاطر یه آقای یه وقت که به زندان افتاده بود، من رفته بودم اونجا سخنرانی، بعد دیدم درآمدشم خوبه، ولی میگفت بچه من یک تقاضایی رو داشت نمیتونست برآورده بکنه، دزدی کرده بود که دل بچهشو به دست بیاره. این بچه اعتدال در دوستی ندارد، باید عواطفمون رو کنترل کنیم. بچه‌مون رو دوست داریم، آخرتمون رو از بچه‌مون بیشتر دوست داریم، خدا رو از بچه‌مون بیشتر دوست داریم. بعضی هم آدم های بیرحمی هم.
توی محبت کم میگذارند، اعتدال در محبت. فرمود احبب حبیب که هونم ما، ای کسی رو دوست داری با اعتدال دوست داشته باش، ممکن است یه روزی همین دشمنت بشه. اصلا ان یکون بغیز، ممکنه مبغوز تو بشه. تا با هم رفیق میشن، رفت آمد خانوادگی دارن، تمام اسرارشون رو به هم دیگه میگن، بعد اختلاف میشه، اینا میمونن اون اسراری که به طرف مقابل لو دادن. در دشمنی هم همینطور، تذکر دادن تو دشمنی هم باید اعتدال رعایت کنی. با دامادش اختلافش میشه، هر چی حرف زش بلده میزنه، سریع ارتباطا رو قطع میکنن، هدیه هایی که آوردن میندازش جلوش، اصلا بعدن هیجانات فروکش میکنه، اینه چه اشتباهی کردیم، حالا میخوان آشتی کنن خجالت میکشن، اما حرفای زشتی که به هم دیگه زدن اینا